سرخط خبرها یاسین ضیا و مارشال دوستم با هم توافق کردن اولین انفجار بالای طالبان در زادگاه مارشال دوستم. طالبان در هلمند خبرنگاران را از تصویربرداری موجودات زنده منع کردن. نماینده پیشین ولسی جیلگه می گوید طالبان برادرزادهش را بردن. اوچا طالبان 392 فرمان محدود کننده بر روند کمک رسانی در افغانستان صادر کردن. و زندگی دشوار مردم زیر سایه شریعت طالبان. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. طالبان در هلمند خبرنگاران را از تصویربرداری موجودات زنده منع کردن. منابع محلی در هلمند می گویند که طالبان تصویربرداری از موجودات زنده توسط خبرنگاران را در این ولایت ممنوع کردن. منابع روز پنجشنبه 3 عقرب به روزنامه 8 صبح گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند این تصمیم را به خبرنگاران ابلاغ کرده است. به گفته این ریاست این تصمیم بر اساس قانون امر بالمعروف و نهی از منکر اتخاذ شده است. این در حال است که روز گذشته فعالیت تلویزیون‌های ولایت بادغیز به دنبال دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده متوقف شد. پیش از این فعالیت تلویزیون ملی زیر اداره طالبان در ولایت‌های قندهار و تخار نیز به دلیل مشابه ممنوع شده بود. بر اساس قانون امر بالمعروف ثبت و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع و جرم تلقی می شود. نماینده پیشین ولسی جرگه می گوید طالبان برادرزاده اش را بردن. شاپور حسنزوی نماینده پیشین مردم لوگر در ولسی جرگه می گوید که طالبان به خانه او هجوم برده و برادرزاده اش را با خود بردن. او با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی از رهبران طالبان خواست تا با این موضوع رسیدگی کنند. شاپور حسنزوی در این ویدئو می گوید یک سربازازی طالبان با موتر می آید و مردم به احترامی می کند و مردم را با خود می برد. او در این ویدئو به کارت مسئولیت که از طالبان دریافت کرده است اشاره می کند و آن را به تأثیر می داند. حسنزوی گفت طالبان به کارت معافیتشان که از سوی رئیس الوزرای طالبان صادر شده است اعتنایی نکردند. او افزود نیروهای طالبان گفتند که کارت مسئولیت را قبول ندارند و سپس برادرزاده اش را با خود بردند. وی خطاب به رهبران طالبان گفت که باید به این مسئله توجه کنند زیرا مردم خسته شدند. این نماینده پیشین ولسی جرگه شاکی است که در نظام طالبان آبروی هیچ کس حفظ نیست. یک طالب عادی می آید و هر کس پیش رویش می بیند و خواست خود با خودش می برد. پیش از این طالبان آقای حسنزوی را نیز بازداشت کرده بود. خانواده او گفته بود که رئیس محکمه طالبان در ننگرهار وی را بدون هیچ جرم زندانی کرده است. و گفته این خانواده حسنزوی به دلیل اختلافات بین محکمه ولایت ننگرهار و وزارت امور داخله بازداشت شده بود. شاپور حسنزوی در اوایل حکومت طالبان در کابل ماند، اما بعد از مدت به خارج از کشور رفت. اما پس از مدت از طریق کمیته تماس شخصیت‌های طالبان به کشور بازگشت. طالبان هنوز در مورد اظهارات آقای حسنزوی چیزی نگفتند. توافق جبهه آزادی و مارشال دوستم در ولایت فاریاب. جبهه آزادی مسئولیت انفجار در فاریاب را بر عهده گرفت. جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار در ولایت فاریاب را بر عهده گرفته است. این جبهه با انتشار یک ویدیو در صفحه اکس خود اعلام کرده که این حمله را پنجشنبه شب 3 عقرب بر کندک سرحدی طالبان در شهر میمنه مرکز فاریاب انجام داده است. به گفته جبهه آزادی در این حمله 2 جنگجوی طالبان کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. پیشتر از این منابع وقوع انفجار در شهر میمنه را به روزنامه 8 صبح تایید کرده بودند. همچنین منابع از وقوع یک انفجار حوالی ساعت 6 شام پنجشنبه در کابل خبر دادند. طالبان تا اکنون در مورد این انفجارها اظهار نظر نکردند. اوچا طالبان 392 فرمان محدود کننده بر روند کمک رسانی در افغانستان صادر کردند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یعنی اوچا اعلام کرده است که طالبان از سال 2021 تا اکنون 392 فرمان محدود کننده در زمینه عملیات کمک رسانی بشردوستانه در افغانستان صادر کردند. این نهاد روز پنجشنبه 3 عقرب
به مناسبت روز جهانی سازمان ملل متحد گفته که 71 فرمان از این تعداد به طور مستقیم بر زنان تأثیر گذاشته است. به گفته اوچا، این محدودیت ها شامل منع کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی، همچنین لازمات حجاب اجباری و داشتن محرم در زمان کار می شود. اوچا افزوده است که افغانستان در سال 2024 با کمبود شدید بودجه مالی روبرو است و در این سال تنها 961 میلیون دلار دریافت کرده که معادل 31.4% از بودجه درخواست شده است. در گزارش اوچا آمده است که بر اثر سیلاب های سال جاری 18900 تن در 14 ولایت متضرر شده و 73 تن دیگر جانهای خود را از دست دادند. همچنین از ماه جنوری سال 2024 تا اکنون بیش از 1 میلیون مهاجر به کشور بازگشتند. این نهاد خاطر نشان کرده است که افغانستان با کمبود بودجه بیش از 2 میلیارد دلار مواجه است که سبب محرومیت حدود 3 میلیون نیازمند از کمک های اولیه شده است. زندگی دشوار مردم زیر سایه شریعت طالبان. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. وزیر امر بن معروف نهی از منکر طالبان یکی از قدرتمندترین وزیران کابینه این گروه است. خالد حنفی از افراد نزدیک به رهبر طالبان و از موجیان بیمدارا و نرمش خواهش سختگیرانه طالبان از قوانین شریعت است و از وقتی که منشور امر بن معروف نهی از منکر طالبان به ممضای ملا هیبت الله رسیده، حنفی یک لحظه آرام و قرار ندارد و به دنبال اجرای مو به موی آن منشور است. او قصد دارد وزارت امر بن معروف نهی از منکر را به دستگاهی تبدیل کند که بر همه جنبه های زندگی شهروندان افغانستان از زن و مرد اشراف داشته باشد و شیوه زیست انسان ها را به طرز تعصب‌وار مطابق جهان بینی طالبان عیار کند. حنفی در این روزها سرگرم سفر به ولایت های گوناگون افغانستان است تا از اجرای قوانین شریعت طالبان در سرتاسر کشور مطمئن شود. او در ضمن تلاش برای اطمینان یافتن از اجرای این قوانین سعی می کند از هان عامه را آماده کند تا این قوانین عجیب و غریب و قرون وسطی را بپذیرد و لب به اعتراض و انتقاد نگشایند. با تازگی حنفی در یکی از سخنرانی هایش گفته است که افغانستان یگانه کشور در جهان است که شریعت اسلام را به طور کامل تطبیق می کند. این سخنان آشکار می کند که رهبران و مقام های طالبان از دریچه تنگ و تاریک به جهان نگاه می کنند و در اوج بیخبری از دنیا و تهجر دینی قرار دارند. قبل از هر چیز این نظارات نشانگر روحی تکفیری و انحصارگرایی طالبان است. از نظر مقام های طالبان، حدود 2 میلیارد مسلمان که در جهان زندگی می کنند با قوانین شریعت بیگانه هستند و به آن ارزش قائل نیستند و به همه نظام های حاکم بر سرزمین های اسلامی به استثنای رژیم سرکوبگر طالبان نظام های مخالف قوانین شریعت هستند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.